بسم الله الرحمن الرحیم. به درس جدید ما خوش آمدین. در درس جدید ما و شما خروج یک شریک را از شرکت تضامنی با در نظر داشتی تجدید ارزیابی دارایی ها مد نظر می گیریم. ما و شما زمانی که یک شریک جدید را که شرکت تضامنی خارج میشه، اگر به دو شکل بود که یکی دارایی هایش که بود مورد تجدید و ارزیابی قرار می گرفت، یکی دارایی ها که است دارایی ها تجدید و ارزیابی صورت نمی گیره، که ما دو نوع از اینا را مد نظر می گیریم. در مرحله اول ما و شما تجدید ارزیابی دارایی ها را در درس قبلی تشریح کردیم و حالا هم تجدید ارزیابی دارایی ها را در موردش یک مثال مد نظر می گیریم که یک زمانی که یک شریک از شرکت تضامنی خارج میشه، با اخراجش که است، زمانی که دارایی آن مورد تجدید و ارزیابی قرار نمی گیره، به سه شکل است که دارایی را که از شرکت خارج میکنه مطابق با اون محصه ای است که در شرکت داره، معادل با اون محصه ای است که در سرمایه ای است که در شرکت با خود آورده. این دوم حالتی است که یک شریک زمانی که از یک شرکت تضامنی خارج میشه، زیادتر از حصه خود که است دریافت میکنه. سوم حالتی است که یک شریک از شرکت تضامنی زمانی که خارج میشه، کمتر از حصه خود از شرکت تضامنی دریافت میکنه. ما اینجا هر سه حالت از این را با در نظر داشت یک مثال ای را واضح میسازیم. فرض میکنیم اینجا سه شریک یک شرکت تضامنی را تشکیل میدن در تاریخ یکی فرض کنیم 99. مصطفی هست، کامل است، یحیی است. سه شریک است. این سه شریک که است یک شرکت تضامنی را تشکیل میده، سرمایه های هر کدام از اینا از اول از مصطفی 90,000 است، از کامل 60,000 افغانی است و از یحیی که است 120,000 افغانی است. نسبت هایی که در شرکت در مفاد و ضرر در نتیجه فعالیت های اقتصادی شرکت تضامنی شریک هستند، از مصطفی 2:6، از کامل نسبت در مفاد سهمش در مفاد ضرر 1:6، از یحیی 3:6 است. در جریان بعد از یک مدت فعالیت، بنابر بیماری و یا همچنان بنابر دلایل مختلف دیگه، تقاعد یا ناسازگاری با یک از شرکا، کامل تصمیم میگیره که شرکت تضامنی را ترک کنه، شرکت تضامنی را رها کنه و همچنان دارایی یا حصه خود را دریافت کنه. بنابراین در مرحله اول ما اینجا داریم، زمانی که فرض میکنیم که کامل که است 60,000 افغانی را که است کامل 60,000 افغانی را که است از شرکت تضامنی با خود میبره یا دریافت میکنه. در دوم که است مرحله دوم، ما شما فرض میکنیم که کامل 36,000 افغانی را از شرکت تضامنی دریافت میکنه. در مرحله سوم فرض میکنیم که کامل 90,000 افغانی را از شرکت تضامنی که است با خود دریافت میکنه. ما چگونه میتونیم در هر یکی از این موارد ما چگونه میتونیم حسابات را درج کنیم؟ یعنی حسابات کسی که حسابات کامل که شرکت تضامنی خارج میشه و یا همچنان حسابات مصطفی و یحیی را چگونه ما میتونیم اینا را درج بکنیم؟ بنابراین در مرحله اول ما و شما خواسته یک نوشته میکنیم. حل خواسته یک را مد نظر میگیریم. خواسته یکم اول را در اول که است 60,000 افغانی کامل با خود میاره. 60,000 افغانی در مرحله اول ما فرض میکنیم که با خود میبره، از شرکت دریافت میکنه. چیزی که در شرکت آورده معادل با محصه خود از شرکت دریافت میکنه. در اینجا ما و شما میبینیم که سمت دیبیت میگیریم، کردیت، سرمایه کامل است. سرمایه کامل 60,000 است. 60,000 که است با خود میبره یا دریافت میکنه. بنابراین ما در اینجا نوشته سرمایه کامل مد نظر میگیریم 60,000 و وجه نقد یا کسره میگیریم. کسره میگیریم 60,000. 60,000 یکی است. حل یک است، یعنی چیزی که با خود آورده بود با همان مبلغ، با همان حساب، با همان سرمایه پس دوباره که است با خود میبره، که 60,000 به حسابش دیبیت میشه به سرمایه کامل و از با کسه یا وجه نقد که 60,000 کردیت میشه. حل دوم هم در نظر میگیریم. حل دوم اینجا ما شما مد نظر میگیریم. دوم
هرگاه کامل 36,000 افغانی را با خود برداشت نمایه. وقتی که کامل در شرکت 60,000 افغانی آورده بود و 36,000 افغانی را که است از شرکت خارج میسازه، در اینجا ما تفاوت 60,000 و 36,000 را که میگیریم تقریبا 24,000 افغانی میشه که 24,000 افغانی از حصه خود کمتر برداشت میکنه، از حصه خود کمتر دریافت میکنه. بنابراین این 24,000 افغانی که است بعدا مربوط به مصطفی و کی میشه؟ مربوط به مصطفی و یحیی میشه که را ما و شما میتونیم را ثبت بکنیم در سمت دیبیت و کردیت میگیریم. دیبیت و کردیت، خب سرمایه کامل که است در مرحله اول میگیریم، سرمایه کامل 60,000 است. سرمایه کامل 60,000 است. سرمایه کامل 60,000 است. وجه نقد یا کسه، کسه را میبینیم که در کسه 36,000 افغانی را با خود میبره، یا 36,000 افغانی را با خود پس دوباره با خود میبره. 60,000 افغانی داریم، 60,000 افغانی، 60,000 افغانی باقی مانده. از این که 60,000 24,000 میشه از به حساب سرمایه مصطفی و یحیی چی میشه؟ کردیت میشه. در حقیقت ما اینجا داریم 36,000، 60,000 نداریم، 36,000 داریم، میبخشید 36,000 تفاوت میسای کنن. اینجا 36,000 کامل که است در مرحله دوم که 36,000 با خود چی میکنه؟ دریافت میکنه یا برداشت میکنه. در اینجا 24,000 که باقی میمانه، زمانی که ما 36,000 و 60,000 تفاوتش میگیریم، 24,000 که باقی میمانه ای به حساب یحیی و مصطفی افزود پیدا میشه یا افزود میشه. بنان ما نوشته کرده میتونیم نحوه محاسبه سرمایه مصطفی ایره نوشته کرده میتونیم. 24,000 از کجا شد؟ 24,000 تفاوت 36,000 و 60,000 گرفتیم. 24,000 ضرب در حصهش، حصه را زمانی که یک شریک از شرکت تضامنی خارج میشه حصه هم تغییر میکنه. بنابراین کامل که شرکت تضامنی خارج شد، حصه ازی دیگه از بین میره، دو حصه دیگه میمانه، یکی حصه مصطفی میمانه و یکی حصه یحیی میمانه. در اینجا ما از مصطفی را داریم دو و از کی را داریم؟ از یحیی را داریم سه. دو جمع سه پنج حصه میشه، در مجموع میشه پنج حصه، در مجموع پنج حصه است. که در این پنج حصه مصطفی چند حصه سهم داره؟ دو حصه سهم داره. زمانی که ما این را دریافت میکنیم، ما میبینیم که از اینجا میاییم این را مساوی نوشته میکنیم، این را که ضرب میکنیم در اینجا میاییم نوشته میکنیم 24,000 ضرب در 2 بر 5 اگر ما کنیم، 24,000 اگر ضرب در 2 بر 5 کنیم 21,600 میشه. و همچنان نحوه محاسبه سرمایه مصطفی بود، از یحیی را پیدا میکنیم، از یحیی را که پیدا میکنیم، باز هم همین 24,000 ضرب در 2 بر 5 اینجا بود، اینجا داریم 3 بر 5. چرا 3 بر 6 نمیگیریم؟ به خاطر از اینکه یک حصه از بین رفت، یک شخص از شرکت خارج میشه، یک حصه کمتر میشه، از یک حصه زمانی که کمتر میشه 5 حصه میشه. بنابراین این را ما زمانی که ضرب میکنیم نتیجه ازی میشه، میره که ما ضرب کنیم نتیجه ازی 24,000 ضرب در 3 تقسیم بر 5 اگر کنیم ما یه میشه 14,400 افغانی. اینجا میایم ثبت میکنیم، میره اینو نوشته میکنیم 14,400 و دیگهش نوشته میکنیم 21,600 اینو نوشته میکنیم. سرمایه شخص آخری یحیی و دیگهش سرمایه مصطفی، سرمایه مصطفی است و یهم سرمایه که است؟ سرمایه یحیی است. زمانی که مجموعه زیر ما دریافت میکنیم مساوی به چند میشه؟ 60,000 میشه. یعنی در مرحله دوم کامل سرمایه ای را که با خود برداشت کرد کمتر از ارزشی بود یا کمتر از حصه خود دریافت کرد که برقد 24,000 کمتر بود. ما میتونیم به این شکل ای را به حسابات به ثبت برسانیم. حل سوم مد نظر میگیریم، حل سوم یا خواسته سوم را، حل سوم ما مد نظر میگیریم. در حل سوم ما داریم چند هزار است؟ 90,000 است. اینجا ما میبینیم که کامل 90,000 افغانی را با خود برداشت میکنه یا با خود میبره. بنا نوشته کرده میتونیم دیبت است کردیت، دیبت و کردیت
دبیت و کردیت در اینجا ما و شما داریم مستفکه کامل است، سرمایه کامل رو مد نظر میگیریم، سرمایه کامل 60,000 است. سرمایه کامل 60,000 است. سرمایه کامل 60,000 است. اینجا میبینیم سرمایه کامل 60,000 است و هرچی نقدی که با خود میبره 90,000 است. کسه 90,000. این 90,000 که با خود میبره در حقیقت اگر ما تفاوتی چیزی که با خود آورده و چیزی که میبره، این تفاوت 60,000 و 90,000، نه 60,000 آورده بود 90,000 پس با خود میبره، 30,000 تفاوت است. بنابراین این تفاوت را که است ما از به حساب سرمایه، از حساب سرمایه دو شخصی یا دو شرکای قدیم که مصطفی و یحیی است، از اینا چی میشه؟ از اینا به حساب از اینا دیبت میشه. زمانی که ما حساب از اینا دیبت میکنیم، اینو باز هم نوشته میکنیم که نحوه محاسبه سرمایه مصطفی و نحوه محاسبه سرمایه شخص دومی یحیی را مد نظر میگیریم. خب 30,000 که ضرب در نسبتش کنیم، نسبت از این چند آمد؟ از یحیی، از این که از مصطفی 2/5 است، ضرب در 2/5 میکنیم و این را 30,000 ضرب در میبره 2/5 کردیم، این را ضرب 3/5 میکنیم، ضرب در 3/5 میکنیم. زمانی که ما این را ضرب در 2/5 و 3/5 کنیم، این مساوی است به، این مساوی میشه به، اولش مساوی است به سرمایه اولیش که است، مساوی به 12,000. دومیش که است، دومیش 18,000 شد. یعنی در سرمایه مصطفی به حساب سرمایه مصطفی 12,000 و به حساب سرمایه یحیی که است 18,000 افزود پیدا میکنه. ما اینجا نوشته کرده میتونه میره سرمایه مصطفی 12,000 و اینجا به جای این نوشته میتونیم سرمایه یحیی چند است؟ 18,000 است که ما به این شکل تانست میره تنظیم بکنیم و یعنی 30,000 به حساب اینمی دو شخصی که اینا برای کامل پاداش دادن 30,000 از حساب از اینا، اینا رو ما چی کردیم؟ همین 30,000 دیبیت کردیم به نسبت های مشخصش، به نسبت های 2/5 و 3/5 و همچنان ما میتونیم یک مثال دیگر هم مد نظر بگیریم که چه قسم در تجدید دارو، در تجدید ارزیابی دارایی ها و بدی ها، یعنی زمانی که دارایی ها تجدید و ارزیابی نشوه و تنها دریافت صورت بگیره، ما شما ای را مد نظر میگیریم. فرض میکنیم یکی از موارد زیر ما شما مد نظر چی میکنیم؟ یک مثال مد نظر میگیریم. فرض میکنیم سه شریک است، احمد است، محمود است، فواد است. با سرمایه های 100,000، 200,000، 300,000، 200,000، 300,000 از شرکت تضامنی اینا کس تصمیم دارن که خارج شوند. بنابراین نسبت هایی که با نسبت هایی که در مفاد ضرر سهیم است 1/8، 2/5 و 2/8 می باشند. و ما چیگونه می توانیم زمانی که شریکش که احمد است میخواهد از شرکت تضامنی خارج شود و از زمانی که یک شرکت تضامنی خارج میشه، ما چگونه میتوانیم این را حسابات از این را و مبلغ سرمایه از این را به ثبت برسانیم؟ فرض میکنیم احمد با مبلغ 150,000 افغانی را دریافت میکنه و از شرکت خارج میشه، ما چگونه میتوانیم این را به ثبت برسانیم؟ نوشته میکنیم دیبیت است و در اینجا نوشته میکنیم کردیت. خب احمد، سرمایه احمد چی؟ مبلغ سرمایه احمد در مجموع است 100,000 افغانی است، 100,000 افغانی میبینیم است. وچه نقد یا کسره که با خود میبره، پول نقد که با خود میبره 150,000 افغانی است،
150000 افغانی است. 150000 افغانی را که با خود در حقیقت 150000 افغانی را که با خود میبره، در اینجا 50000 افغانی اضافه میبره شخص. و این 50000 افغانی را که است، این دو شخصی که محمود و فواد است، محمود و فواد دو شخصی که محمود و فواد است، بر ازی پاداش میته و این 50000 که است از سرمایه از اونها دیبیت میشه. زمانی که ما این رو با هم دیگه محاسبه میکنیم، نوشته میکنیم نحوه محاسبه سرمایه سرمایه محمود. زمانی که ما این را محاسبه میکنیم، در اینجا ما و شما میبینیم که یک حصه کم شد، سهم یک نفر از شرکت تضامنی خارج شد که به نام احمد است، در یک بر 8 گست سهم است. زمانی که یک حصه کم میشه، در مجموع اینجا چند میمونه؟ 7 حصه دیگه میمونه. این را نوشته کرده میتونیم که 50000 پاداش میده، به خاطر از اینکه 100000 آورده بود با خود، 150000 میبره. 50000 اینجا پاداش است. زمانی که ما این سنجش میکنیم، این ضرب در 50000 ضرب در 5 بر 3 محمود که دریافت میکنیم، 5 بر 7 میشه. زمانی که ما نحوه محاسبه سرمایه احمد مد نظر میگیریم، سرمایه فواد را مد نظر میگیریم، این 50000 ضرب در 2 بر 7 میکنیم. 2 بر 7 هر چی که اومد اینجا نوشته میکنیم، 50000 ضرب در 5 تقسیم بر 7، 5 ضرب 5 میشه 25، 4 صفر داریم، 4 صفر 25000 تقسیم بر 7. و اینجا هم که است، این را نوشته کرده میتونم 2 ضرب 5 میشه 10، 100000 تقسیم بر 7. یعنی 25000 اگر ما تقسیم بر 7 بکنیم، این سرمایه از سرمایه محمود کم میشه. سرمایه محمود را ما مد نظر بگیریم، سرمایه محمود 27000 25000 تقسیم بر 7. و همچنان سرمایه فواد را که مد نظر بگیریم، سرمایه فواد مساوی میشه با 100000 100000 تقسیم بر 7 است. که این مبلغ 50000 از حساب از دو شخص که هست چی میشه؟ کم میشه. امین الله توفیق. تشکر از توجهتون.